آیا می شود به وعده پاکستان برای بهبود روابط بازرگانیش با افغانستان اعتماد کرد؟ پاکستان بار دیگر به حییت از افغانستان بر گسترش روابط بازرگانی و برداشتن چالش ها سر راه بازرگانان افغان در این کشور وعده داده است. اما این کشور پیشینه خوبی در انجام تعهداتش با افغانستان ندارد. از سیاست گرفته تا تجارت و امنیت در برابر افغانستان پیمان شکنی کرده است. اما در این روزها به ویژه پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، خوشبینی ها در نظام افغانستان به پاکستان بیشتر شده است. هر مقام و هیئت افغانستان در سفر به پاکستان با خوشباوری به تغییر دید و سیاست پاکستان در برابر افغانستان برمیگردد. به تازگی هیئت از وزارت تجارت و صنایع افغانستان در گفتگو با مقام های پاکستانی بر گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی دو کشور توافق کردند. گفته های وجود دارد که این توافق هم به نتیجه خواهد رسید. با توجه به پیشنه پیمان شکنی پاکستان، اکنون چرا باید به این کشور اعتماد کرد و خوشبین بود؟ پاکستان خواهد گذاشت افغانستان از رهگذر روابط خوب بازرگانی با این کشور رشد اقتصادی داشته باشد؟ پاکستان با حجم تجارت بیش از 2 میلیارد دلار با افغانستان در سال 2014 میلادی شریک بزرگ بازرگانی برای افغانستان بوده است و ما تلاش میکنیم که با راه اندازی برنامه های سودمند این رقم را در روزهای پیش رو بیشتر سازیم. برای بحث بیشتر در این باره عبدالقدیر بهمن معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سید مسعود استاد دانشگاه کابل اینجا با من هستند. مهمان عزیز بسیار خوش آمدید. آقای بهمن، پس از سفر به پاکستان و گفتگو با مقام های بخش تجارت پاکستان، حالا شما چقدر مطمئن هستین که بار دیگر پاکستان با حکومت افغانستان در بخش تجارتی و ترانزیتی پیمان شکنی نمی کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده عزیز و همچنان استاد محترم. قبل از اینکه به سوال شما بپردازیم، ما میخواییم که بسیار کوتاه در مورد قراردادی که بین افغانستان، قرارداد ترانزیتی و تجارتی بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت. البته در سال 1965 قرارداد به خاطر مبادلات تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان به امضا رسیده بود که الا سال 2010، اکتبر سال 2010 از امو استفاده صورت میگرفت. اما متاسفانه بعد از امضای قرارداد جدید که هدف قرارداد جدید یا قرارداد ترانزیتی و تجارتی جدید افغانستان پاکستان ایجاد سهولت‌های بیشتر برای تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان بود و همچنان نظر به این که از سال 1965 به این طرف حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان و همچنان فعالیت‌های ترانزیتی از مسیر پاکستان به افغانستان خیلی زیادتر شده بود، به او خاطر می‌خواستند که یک قرارداد جامع‌تر که بتانه جوابگوی نیازمندی دو طرف باشه طرح کنند و به امضا برسه. اما متاسفانه با امضای قرارداد جدید نه تنها که سهولت نماند، بلکه همه چیز برعکس شد. اگر ما یعنی با امضای توافقنامه تجارتی بین افغانستان و پاکستان یا همو ابتا، بله، با امضای قرارداد تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان، که اگر ما یک نظری بندازیم دیده میشه که سیر نزولی داشته تجارت و همچنان همو معاملات ترانزیتی از مسیر خاک پاکستان به افغانستان با امضای این قرارداد که از سال 2010 تا به این طرف همو حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان کمتر میشه. مثلا خب قرار تا جایی که برای شما معلوم است اخیرا در جمهور افغانستان سفری داشتن به پاکستان. آقای بهمن، آیا میخوایم بیشتر سر اصل موضوع صحبت کنیم؟ نتیجه سفر و گفتگوی شما با مقام های بخش تجارت پاکستان چی است؟ نشست فعلی، نشست اداره هماهنگ کننده قرارداد تجارتی و ترانزیتی پاکستان افغانستان است که به نام ابتیکا یاد میشه، که از اول 2 و 3 جنوری که امروز آخرین روزش بود در شهر اسلام آباد پاکستان ادامه داشت و امروز ختم شد با امضای امنیت جلسه. در امی جلسه قرار بود که امو توافقاتی که رئیس جمهور افغانستان با مقامات پاکستانی داشتن تعقیب شد و در اونجا امو بحث های تکنیکی صورت بگیره تا باشه مشکلات که صد رای ترانزیت و تجارت بین افغانستان و پاکستان از حل شود. تا جایی که به ما معلوم است و همچنان از گذشته ها تجربه برای ما حاصل شده، پاکستان هیچ وقت به امو تعهدات خود پابند نبوده متاسفانه.
و پس از این چگونه خواهد بود؟ خب بعد از نشست اپتیکا فردا قرار است که هیئت بیان به افغانستان انشاءالله. بعد از دیده خواهد شد که تعهداتی که پاکستان کرده آیا واقعی است، میتونن کنه با تعهدات خود عمل بکنن یا نه. پس تا حالا نتیجه این نشست برای شما معلوم نیست؟ تا هنوز تا جایی که تماس‌های مستقیم ما همراه هیئت خود داشتیم، نتیجه مرموزی از سفر هیئت دیده نشده. همیشه در جریان هستن که وقتی مقامات پاکستانی میشینن روی بحثا، اونا کوشش میکنن که امتیازات زیادتری را به طرف خود، یعنی به نفع خود کشورشان، به طرف افغانی بقبولونن. متاسفانه در جریان بحثا و صحبتهایی که شده، اما تا هنوز نتیجه 100% معلوم نیست. بار از آمدن حیات که فردا میاد نتیجه معلوم میشه که تا چه حد اون در تعهدات خود عملی. آقای مسعود، شما استاد دانشکده اقتصاد هستین و بیشتر از دیگران مسائل بازرگانی و تجاری افغانستان مورد مطالعه قرار میدین. حالا تجربه ای که از پاکستان داره، از روابط تجاری افغانستان و پاکستان داره، این همه تلاش ها، این همه دید و بازدید های مقام های بخش تجارت دو کشور، بالاخره چه نتیجه ای را به بار خواهد آورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما، سلام بر مواصب عزیز ما و همچنان سلام بر بیژند عزیز که میشتن. خدمت شما شبه که نباید روابط افغانستان با پاکستان بسیار ساده تلقی کرد. فکر میکنم که افغان پاکستان از لحاظ سیاست خارجی افغانستان از جمله مغلقترین و باهمیتترین نقطه را در پالیسی های خارجی ما باید بسازه که متاسفانه تا هنوز ما نتونستیم این نقطه را انگوشگذاری رو گذاری کنیم. ای از دو لحاظ بسیار عمده است. از لحاظ از اینکه امنیتی، به خاطر از اینکه 40 سال است که پاکستانی ها سرمایه گذاری میکنند در افغانستان و در قصد ستون های پنجمشان از رده های پایینی تا رده های بالایی حال قدم میزنن و فریاد میکنند. و جانب دیگر موجودیت 3 میلیون بخشن یا کنیم تا 2 میلیون انسان مهاجر افغانستان که فعلا در پاکستان وجود داره که متاسفانه افغان ها نتونستن که از این نیروی بسیار کلان خودشان با به خاطر نفع ملیشان در پاکستان استفاده بکنند. در قسمت تجارت و اقتصاد عمدتا پاکستانی ها دست دراز بالایی دارند برای ما. اونا تا 2 میلیارد دلار در حقیقت با دوران تجارتی خود با ما میسازند که اکثریت از اونا است که در حقیقت 96% اونا میشه. و این شکل رسمی از است که تا حدود همین حدود تا 2 میلیارد دلار دیگه در شکل قاچاقی حرکت میکنن که با 4 میلیارد میرسند. گرچه من فکر میکنم که هر وقتی که یک تغییر در پاکستان به وجود میاد و تغییر سیاسی در افغانستان به وجود میاد، پاکستانی ها در حقیقت نعره های بلند همکاری میزنن و فریاد بلند از زیاد شدن روابط تجارتی اقتصادی افغانستان میزنن که من موافق بیستم، همیال موافق بیستم که پاکستان سخت تلاش میکنه تا نوع چرخش بسیار مثبت و کلان را به نفع خودش در تجارت بین افغانستان و پاکستان به وجود بیاره. برای اینکه 3 میلیون انسان گرسنه که در افغانستان موجود است که نه نان دارم نه چیز دیگه و در حقیقت در پالوی ازی یک منبع کلان تهیه که سوال پاکستانی ها است و در پالویش یک چیز خطرناکه که دیگه که جناب موسو و واسه ما شاید موافق باشن که پاکستانی ها در قالب افغان ها کلان ترین سرمایه گذاری در افغانستان انجام دادن. پاکستانی ها دارای زمین هستند، پاکستانی ها دارای فابریکه هستند، پاکستانی ها دارای سرمایه تجاری کلان هستند با تذکره های افغانی که اینا گرفتن، ولی خودشان پاکستانی حرکت میکنه به خاطر منافع پاکستان و در حقیقت صادرات شماره نه از طریق خود شما بلکه از طریق پاکستان به نام پاکستانی همیا پیش میبرند. آقای مسعود، در اینجا در گذشته هم پاکستان میتونست از طریق روابط بازرگانیش با افغانستان به نفع خودش استفاده کنه کرده. اما چرا حالا دیدش نسبت به افغانستان تغییر کرده و میخواه که روابط بازرگانیش با افغانستان بهبود بخشه؟ پاکستانی ها یک بازیگر خوبه در مسائل افغانستان هستن. 40 سال بازی کردن و در حقیقت میتونن که در بازی افغانستان بازیگری خوب کنه، خوب گل بزنه، خوب دفاع کنه، خوب حرکت کنه. و ما در حقیقت سیاست مدارای ما ساده لوحانه ترین پالیسی های خود پیش میگیرن. ما متاسفانه هیچ گونه نتونستیم که در بازی خود معامله پاکستانی ها خود ما باشیم و در حقیقت مانند افغان کار بکنیم. شما ببینید که پاکستانی ها برای افغانستان یک تعریف مشخص دارن. چرا دارن؟ برای از اینکه استراتژی منطقه‌ای دارن و در درون استراتژی منطقه‌ای از اینا تعریف از این صورت گرفته. پاکستانی ها جنگ نیابتی در مقابل هند حرکت میتن. شما ببینید که متأسفانه پاکستانی ها اقتصاد منیس وسیلی رسیدن به اهداف سیاسیشون در حرکت میره. ارمانا داره که
از لحاظ تجارت و از لحاظ اقتصاد پاکستانی ها در حقیقت نقطه اول نشانی نکردن. نشانی پوینت نقطه اولی پاکستانی عبارت از مسئله جیوپولیتیک است، مسئله ایجاد یک دولت ضعیفه که در حقیقت دنبال رو خود پاکستانی ها باشن و در حقیقت دوستی همراه هند نداشته باشن و در حقیقت راه را باز کنن برای آسیای میانه، به این معنی که آسیای میانه جز اساسی جیوپولیتیک جیو اکونومیک پاکستانی است، جیوپولیتیک پاکستانی افغانستان است که 40 سال تلاش میکنه که ممانعت بکنه از اون دولت هایی را که بتونه رقیب شوه. افغانستان جز رقیبای کلانشان از این لحاظ است که شما متوجه باشین که به خاطر انزدایی و گریز افغانستان از یک سیاست منطقوی به هند میوری به چین میوری تلاش میکنه که در این سیاست خود همسو و همگام بسازه و از درون چنین حرکات خودش منفعت خودش ببره. چرا تو میبره؟ بش آسان است، وسایل کلان میل در پیش خودش داره. مثلا شما کرنسی پاکستانی حرف اول در میاد افغانستان میزنه، کالای پاکستانی حرف اول میزنه، سیاست پاکستانی حرف اول میزنه. قوی ترین ستون پنجمه که در افغانستان موجود است، نه از ایران، نه از پاکستان، بخش از هندوستان، نه از چین و نه از روسیه، نه از آمریکا، پاکستانی است. از این لحاظ ما از این خاطر میگم که در سیاست ما شما نباید دشمن سازی به کار ببرید، بلکه زورتون به پاکستان نمیکشه و نباید آنقدر شما اپتیمیست شوین که بگید پاکستان دوست و برادر بزرگ ما، موقعی کرزی باز بین رفته و دکتر صف غنی اومد و دکتر صف عبدالله، این پاکستانیا در خط کمر بسته کرده به خاطر رشد و انکشاف اقتصادی ما. ما باید نقطه ای را پیدا بکنیم که منافع ملی ما او پیدا شوه و بر اساس منافع ملی خود رابطه خود با پاکستانیا گاه اپتیمیست گاه غیر اپتیمیست باید وجود برین، گاه دشمنانه گاه دوستانه. معنا داره که حرکات های نوسانی ده باید برای پاکستانی حرکت بتین. در غیر از صورت اگر ما فدای آرمان خود شویم و در حقیقت گاه دشمن بسازیم و گاه دوست بسازیمش و در حقیقت نوع حرکاتمون عکس العملی باشه در مقابل پاکستان، بسیار خراب است. من فقط یک جمله اضافه میزنم، بازی قطع میکنم حرف خودم. من میگم که لطفا دولت افغانستان استراتژی منطقوی خود بسازه و در درون استراتژی منطقوی تعریف منافع افغانستان در درون پاکستان باید تعریف بکنه که اگر پاکستانی ها حرکات ضد منافع ملی شما در درون پاکستان انجام میتن، ستون پنجم که باید شما بسازین که 1.5 میلیون افغان در اونجا همیال وجود داره، افغان چی باشه افغان است ها، و در او در حقیقت چطور نمیشه که ما امروز بازی بکنه و در این کار هم نمیشه که ما در حقیقت سیاست کاملا تغییر میتیم. تغییر سیاست ما نام ضعف ما را نشان می دهد، قوت ما را. آقای بهمن، حالا پاکستان وضعیتش نسبت به گذشته تغییر کرده، به دنبال بهبود روابط بازرگانیش با افغانستان است، چون در اینجا بیشتر منافعش در صدر قرار دارد. حکومت افغانستان چی برنامه‌ای دارد تا بتونه از این فرصت استفاده کنه و بیشتر از بهبود روابط بازرگانی و سیاسیش استفاده بیشتر کنه با پاکستان؟ ای کاش نماینده خود دولت افغانستان اینجا می بود که اونا جواب می دادن. اما شما هم معاون هیئت عامل اتاقای تجارت صنایع افغانستان هستین، بخشی از تجارت افغانستان برمیگرده به این نهاد. از دید سکتور خصوصی، خب یکی از مواردی که دولت افغانستان، من میتونم که پیشنهاد بدم برای دولت افغانستان چند موضوع را میتونن اینا از جاتر مورد اما بحث قرار بدن. یکی این که تا جایی بتونن اینا سهولت ایجاد بکنن برای محترای پاکستانی که بتونن از خاک، از مسیر خاک افغانستان عبور بکنن به کشورهای آسیا میانه برن. هر قدر ما عبور و مرور محترای پاکستان زیاد بسازیم، به امان اندازه میتونیم عالی فشار امی باشه بالای مشکلاتی که اونها بالای واسطه نقلی افغانستان از مسیر پاکستان که حرکت میکنه باشه. موضوع دیگه که میتونه بالای خود پاکستان فشار بیاره، جستجو راهای بدیل است برای خود افغانستان که بتونن به آسانی به بحر را پیدا کنن. یکی از راه ها میتونه که از طریق ایران باشه و همچنان رای لاجورده که اخیراً بحث ها در باره شریان داشت، اما دولت افغانستان من نمیفهم که با چی موضوعی اونها زیادتر توجه نمی کنن سر از این مسئله. اگر افغانستان دو یا سه رای بدیل دیگه به کشورهای از طریق کشورهای دیگه به اروپا و همچنان چین و کشورهای آسیای میانه داشته باشه و یک نقطه وصل بین کشورهای منطقه باشه، به سادگی میتونه که بالای پاکستان فشار بیارن. یک موضوع مهم دیگه که با فراهم سازی سهولت های بیشتر به بازرگانان پاکستان، حکومت افغانستان میتونه بر پاکستان فشار وارد کنه تا به
بازرگانان افغان هم سهولت های ایجاد شود؟ دو بود داره، که موضوع سهولت در رفت آمد کالاهای ترانسپورتی پاکستان از مسیر افغانستان به آسیای میانه، که فعلا بحثی که جریان داره قرار است همین موافقتنامه دو جانبه ترانزیتی و ترانسپورتی افغانستان پاکستان به سه جانبه تبدیل شود، که قرار است تاجیکستان هم عضو همین موافقتنامه شود. اگر بتونه افغانستان به یک نحوه سهولت ایجاد بکنه تا در یک چوکات منظم مطرح پاکستانی حرکت بکنن برن به آسیای میانه، هرگاه اگر پاکستان فشار را وارد کرد و یا مطرح افغان در مسیر رای پاکستان اونا متوقف کردن، میتونن که از طریق همی عالی فشار بالای پاکستان فشار بیارن. یکی از موضوعات است که دولت افغانستان با ایجاد یعنی امنیت زیربنا و همچنان ارائه خدمات میتونه که حکومت افغانستان از این راه گذر با چی شیوهی میتونه بر پاکستان فشار وارد کنه و این کشور را وادار به بهبود روابط بازرگانیش و همچنان برداشتن چالش ها سر رای بازرگانان افغان در پاکستان بسازه؟ خب منافع اقتصادی ایجاب میکنه که هر کشور دنبال همو یعنی منافع خودش باشه. اگر افغانستان بتونه که بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری پاکستان در افغانستان فراهم بسازه، که سرمایه‌گذاری پاکستانی در پروژه‌های کلان اقتصادی اگر سرمایه‌گذاری بکنن، به یک نحوه بالای پاکستان فشاری است که اگر مجبور میشن در امنیت افغانستان و همچنان در سهولت‌های دیگه پاکستان زیر دخل شود، و همچنان افغانستان میتونه یک آله فشار دیگر بالای پاکستان از طریق سازمان های منطقوی و بین المللی که پاکستان عضویت از اونها داره میتونه بیاره. مثلا پاکستان عضویت سازمان ایکو و همچنان سارک داره، افغانستان نیست عضویت از سازمان ها داره. حالا از این ابزارها در گذشته کار گرفته نشده؟ متاسفانه در گذشته ها با همو یعنی نبود تخصص کافی در حکومت افغانستان نتونستن که از فرصتایی که برای افغانستان یعنی مساعد بوده استفاده مؤثر بکنن. راههای خیلی زیادی وجود داره. اگر افغانستان بتونه یک تیم کارا متخصص و همچنان متعهد برای افغانستان داشته باشن، میتونن که استفاده بکنن به حیث آلای فشار برای پاکستان. آقای مسعود، آیا افغانستان میتونه با فراهم سازی بستر خوب و مناسب به بازرگانان افغان پاکستانی در افغانستان پاکستان وادار به همکاری صادقانه در بخش تجارت با افغانستان بسازه؟ یک سر مسئله بسیار کلانی وجود داره از انگلیس ها است که میگن که حقیقت سرسخت است و باید قبولش کرد با وجودی که بسیار دردآور است. از این لحاظ من فکر میکنم پاکستانی ها با ما درگیر یک بازی عمقی سیاسی است. اگر شما درگیری های عمقی را مطالعه بکنین، این درگیری های سطحی که مانند تجارت و تبادل کالاها و راه ها و غیره است، اینا به خاطر فریب طرف مقابل به منظور رسیدن به عمق هدف اساسی خودشان است. پیشتر اگر شما توجه کنید، من خدمت شما عرض کردم که ما درگیر یک بازی سیاسی امنیت پاکستان در اول و بعدا در حقیقت حرکات اقتصادی در بار دوم هستیم. ارمانا داره که حرکات اقتصادی ما را در صورتی که بازی سیاسی ما با این خراب شود نشه، ما میتونیم حرکات اقتصادی خود را ایجاد بکنیم با کشورهای دیگه. هم پاکستان تنها در حقیقت تمویل کننده ما نمیشه، با وجودی که من بازار پاکستان من یک بازار خوب تا یک بازار خوب فروش کالای خود میدانم، من یک همسایه، ولی در حقیقت مزله ما بازله سیاسی است. حالا در این روزها دیده میشه که روابط سیاسی افغانستان و پاکستان هم رو به بهبود است. هیچگاه شما ببینید یک مصاحبه آقای کرزی که در وقت رئیس جمهوری هیچگاه نگفت، بعد میگه که پاکستانیا دو خاص بسیار کلان دارن. یک خاص کلان دیگه چه که می لحظه که آقای شاید هفته پیشتر پرویز مشرف مطرح کرد، گفت که پرویز مشرف چند بار سفر کرد و از من خواهش که دو خواهش کلان میکرد. اول خواهش که لطفا ایندیا را دست کمتر از کنین و دیگه ایندیا را نمانده اینجا، که ما اگه ایندیا نبیه ما در سال شما بسیار کمک میکنیم. و در پالوش مسئله خط دیورند است. این مسئله خط دیورند آقای پرویز مشرف فلسفه نفید نفید به کار برد، که اگر تو خط دیورند مانند خط میدانی و سرعت نمیدانی، ما مانند خط میدانیم زرقه سرعت میدانیم، نفید نفع به کار برد. مانا داره که خط دیورند و مسئله انزدایی در اینجا و در پالوش همون دولت که ما شما میگیم که او باید به وجود بیاید، او در قد یک مسئله است. لذا برای ما چرا ما نمیتونیم چنین کار انجام بدیم؟ برای ما نام استراتژی انکشاف ملی افغانستان امی لازم نداریم. و در پالوش هم امی دولت وحدت ملی که دو متشکل از دو نفر است، که هیچگاه طالب دولت وحدت ملی معلوم نیست کی است، امی دو نفر هم طالب برنامه واحد خود در اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد بین‌المللی نشان ندادن. ما میگیم که در اقتصاد منطقه‌ای
باید برنامه های واحد نشان بدن که چی گرفته چی نگرفته. مزیت نسبی ما با مزیت نسبی پاکستانی ها باید در مقایسه قرار بگیره تا ما بتونیم در حقیقت انتخاب درست موضع اقتصادی را انجام بدیم. تا کوت نشه نمیشه. تا میتونه است؟ شما ببینید که مثلا پاکستانی ها از هر راه ممکن شما را میخواهد که ضعیف بسازه. به خصوص یک راه از این مسئله اقتصاد است. کلانترین گپی ای است که اینا که آغاز کردن از بین بردن روابط زمینی بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه هند و ما است. در حقیقت مسافه‌ای که جناب شان حتما تایید میکنه، مسافه‌ای که از سرحد هندوستان تا سرحد افغانستان است فقط یک روز است. یعنی معنا داره که کلانترین مصارف قیمت ممی درجه قیمت ها را تعیین میکنه، مصارف تمام شده است. گفتم در این مصارف تمام شدش عبارت مسئله ترانسپورت است. از کراچی تا بندر ما 7 روز به نظر میگیره و از بندر هند خشکیش تا بندر تورخم یا چمن شما را میگیرن یک روز. امیر بند دپالوش هم مصرف گاز که شما در خط پاپلاین که میگذارید تا پیره یک حلقه سرخ بین حلقه سبز وجود داره که پاکستانی ها نمیگذاره شما حرکت بدین. از این لحاظ ما میگیم که عمدتا پاکستانی ها همیشه یک خصوصیت دارن، در بسیاری موارد ما را لقمه های چرب نشان میدن ولی هیچگاه لقمه چرب به دست ما نمیدن. از وقت داود خان به این طرف صورت گرفته، حرف کلان دکتر نجیب است که میگفت که اگر دست ما به یخن پاکستانی ها رسید باز پاکستانی ها میفهمن چی میکنن. حال دست پاکستانی ها به یخن ما رسیده و آیسای رسیده و آیسای ایلاید نمیکنه. از این لحاظ به خاطر که ایلان میکنن ما باید بسیار هوشیارانه عاقلانه باید حرکت کنیم. در صورتی که ما هوشیارانه حرکت نکنیم و در حقیقت به چیزهای رنگ زرد و سرخ و سبز بازی بخوریم. حالا در اینجا منافع پاکستان هم بیشتر مطرح است. اگر پاکستان روابط بازرگانیش با افغانستان بهبود بخشه بیشتر میتونه سود ببره. پاکستان هیچ نقصی نداره. حالا از این روابط زخم آلود بازرگانی بیشتر استفاده کرده. من پاکستانی ها میرم میشنوم پاکستانی ها. امیر آقای غنی میشنوم، آقای دکتر عبدالله. پاکستانی ها در ظرف 40 سال چی نقص کرده به ما؟ حالا فکر نمیکنید با آسیب رسیدن روابط تجارتی افغانستان و پاکستان در اینجا پاکستان هم نقص میکنه؟ ما آسیب رسانده را میتونیم. متوجه باشین یکی غیرت پاکستان میخواد که روابط یکی... خوبه با گفته شما تجارتی با افغانستان و پاکستان نداشته باشه. در اینجا خودش هم ضرر میکنه. میتونید به نفع خودش. ما وقتی که شما روابط تجارتی رو تعیین میکنین، شما از واردات صادرات گپ میزنین، شما از روابط رفت آمد گپ میزنین، بعد تعیین میکنین که این رابطه خوب است یا خراب. رابطه پاکستان و افغانستان به نفع پاکستان بسیار بسیار خوب است. بسیار خوب است. بعد بالا خوب است. رابطه ما با پاکستان بعد بالا پایین است. توجه کردین؟ شما متوجه باشین که پاکستانی ها از 40 سال به این طرف از یک کشور کمترین انکشاف یافته، از خیرات جنگ افغانستان و از خون این ملت و از تجارتی که بالای خون افغانستان انجام داده با تمامی دارایی ورزش های شما انجام داده، باز با این بردن 500 تا فابریکا و 800 تا فابریکا، باز با این بردن تمامی اردو و غیره و غیره تان، با کش کردن نیروهایتان، با نفاقی که در درون شما انداخته که نمیشه وحدت ملی به وجود بیاره، خود تبدیل کرده به یک نیروی اتمی منطقه و تبدیل کرده به یک نیروی اقتصادی منطقه. فعلا پاکستانی ها شما اقتصاد رو تفکیه میکنه، هیچ راه نداره شما تفکیه نکنه. از دو میلیارد اما نمیگذاره افغانستان بیشتر استفاده کنه از چنین. ببینید وقتی که شما حرکت میکنید از دو میلیارد به 4 میلیارد تجارت شما حرکت میکنه، سرمایه تجاری حرکت میکنه، ما نداره 2 میلیارد دیگه کالای وارداتی پاکستانی اینجا میرسه. اگر پاکستانی ها کار انجام بده که من باز وقت ما معتقد نیستم با میگم تشکر، اگر چند تا فابریکه در اینجا بسازه، اگر پاکستانی ها بگذاره که ما سمنت خود دوباره استخراج بکنیم، اگر پاکستانی بگذاره که ما همی فابریکه نساجی خود ایجاد کنیم، اگر پاکستانی بگذاره که ما بغلان، قند بغلان، چرا قند بغلان سقوط کرد؟ قند بغلان بعد از 20 سال دوباره از طرف آلمان ها ساخته شد با رقابتی که پاکستانی ها انجام داده با پایان رسیده. بله. و در اخیر آقای بهمن شما بگوین چرا حکومت افغانستان در گذشته ها و به ویژه در این 13 سال نتونست از این روابط بازرگانی با پاکستان بیشتر استفاده کنه؟ در اینجا پاکستان بیشتر به سود خودش استفاده کرده تا افغانستان. متاسفانه نبود یک سیاست بسیار واضح و شفاف و روشنی که دولت افغانستان نداشت با پاکستان و سایر کشورها. و مشکلی که به شما برمیگردد چی است؟ شما دچار چی اشتباهی شدین در رابط بازرگانی با بخش خصوصی پاکستان؟ البته بخش خصوصی خودتان میفهمید که روابطش با بخش خصوصی پاکستان فوق‌العاده خوب است. ما مشکل نداریم و یک اتاق مشترک هم ایجاد کردیم به خاطر اینکه کوشش بکنیم از طریق همین اتاق مشترک پاکستان و افغانستان فشارهای لازم بالای دولت بیاریم. تا جایی که شما میفهمید بخش خصوصی پاکستان در سالهای اخیر خیلی من نقص کردن و ضربه دیدن از روابط خراب سیاسی که بین افغانستان و پاکستان موجود بود.
البته دولت افغانستان اگر یک پالیسی شفاف روشن و واضح می داشت، تعریف شده می داشت با پاکستان، می توانستن استفاده از امی و این گام هایی که حالا برداشته شده چقدر می تونه اثر گذار باشه به خاطر بهبود روابط تجارتی دو کشور؟ متاسفانه پاکستانی ها همیشه از امو هوشیاری و زرنگی که داشتن استفاده کردن تمام مجالس. هیچ وقت اونا وعده قطعی در مجالس نمیتن که ما این کار تا یک روز آینده انجام بدیم. پس از این اونا نشست اخیر که افغانستان و پاکستان با هم دارن، از این هم شما ناامید هستین؟ متاسفانه نظر به تجارب گذشته بله، به خاطر از اینکه ما هرگز بالای پاکستان و وعده هایی که اونا دادن سپاس یعنی شما چیز نداشتیم، امیدی نداشتیم از اونا. عبدالقدیر بهمن معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سید مسعود استاد دانشگاه کابل، سپاس از حضورتان در برنامه. حالا به یک وقفه توجه نمایید و پس از آن بخش دوم برنامه را آغاز خواهیم کرد. ولایت های شمالی به ویژه ولایت های هممرز با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان ماه‌هاست گواه افزایش حضور مخالفان مسلح دولت به ویژه جنگجویان خارجی است. گزارش ها می رسانند که 10 زن وابسته به جنبش اسلامی ازبکستان در ولایت سرپل تبلیغات ضد حکومتی می کنند و زنان را تشویق دارند تا همسران و فرزندانشان را بر جنگ بر ضد حکومت و میدان نبرد بفرستند. این زنان در ساخت ماین ها نیز مهارت دارند و طالبان را آموزش می دهند. این نگرانی ها پای جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را به شمال کشاند. جنرال دوستم از تشکیل یک گروه 20,000 نفری برای شکست طالبان در ولایت های شمالی و دیگر ولایت ها سخن می زند. در آن سو روسیه نیز از نفوذ این هراس افغانان با آسیای مرکزی نگرانی دارد. برخی گفته های هم وجود دارد که بر بنیاد برنامه جنگ از افغانستان و پاکستان با آسیای مرکزی کشانیده می شود. شمال برای چی هدف هر روز ناامن شده می رود؟ برای تحلیل و بررسی این موضوع با فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان و بشیر بیژن کارآگاه مسائل سیاسی میپردازیم. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدید. خانم کوفی، افزایش حضور هراس افغانان در ولایت های هم مرز با ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان فکر میکنه به چی هدف است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب در یک بحث عمیق آسیب شناسی امنیتی افغانستان میشه چند مسئله را به حیث آسیب‌های ناامنی در افغانستان و گسترش ناامنی به مناطق آسیای میانه و مناطق مرز افغانستان به حیث عوامل تحلیل کرد. خود زمینه‌های موجود در افغانستان، زمینه‌های موجود برای گسترش و توسعه رادیکالیسم و بنیادگرایی. دو، اهمیت جیوپولیتیک و جغرافیایی مهم افغانستان و ای که افغانستان میتونه نقطه وصل بین آسیای مرکزی و آسیای جنوب باشه و همزمان میتونه نقطه فصل باشه، یعنی میتونه به حیث یک شاهرای مهم که وصل کنه این دو کشورها را به هم یا این دو منطقه از آسیا را، یا هم میتونه به حیث نقطه باشه که باعث تشدید بحران و جنگ. ما فکر میکنم در سالهای پسین، مخصوصا پس از شکست به اصطلاح اتحاد شوروی سابق و کمونیسم، یک نوع رادیکالیسم و بنیادگرایی در منطقه شکل جدید را پیدا کرد. از یک طرف موجودیت حزب تحریر و احزاب دیگه که مربوط از این هستند در آسیای مرکزی، از طرف دیگه موجودیت طالبان و گروه های حلقات مختلف و متعدد بنیادگرایی در پاکستان. وجه مشترک از اینا طبیعتاً امو مسئله رادیکالیسم و بنیادگرایی اسلامی است که اونا خودشان تعریف دارن برای شکل حکومت ها. ما چند قبل در زمان امی حکومت رئیس جمهور کرزی یا حکومت گذشته حادثه اندیجان شاهد بودیم در ازبکستان. در قفقاز مثلا شکل دیگه از بنیادگرایی در حال رشد است. در کل میشه گفت که با مو اندازه که توسعه و گسترش دموکراسی در حال رشد است، با مو اندازه بنیادگرایی هم در حال رشد است. حال میایم به اینکه چرا افغانستان باید زمینه ساز باشه. همونطور که من در گذشته صحبت های قبلی خود گفتم،
افغانستان زمینه در افغانستان مساید است. اول یک کشور است مهاد به خشکه و این زمینه عبور و مرور عناصری که خلاف قانون میخواین عبور و مرور کنن بیشتر مساید میسازه و ما شاهد از این بودیم که در نتیجه امی سرحدات باز ناکنترل شده یا مهاد بودن افغانستان به خشکه متاسفانه علاقات مختلف از پاکستان آموزش میبینن به افغانستان میان و اینا توسعه پیدا میکنن به جاهای دیگه یا میرن به جاهای دیگه. یک بخش دیگه هم بحث ایست که طالب را از حوزه‌ای بودن یا به اصطلاح از منطقه‌ای بودن بیرون بسازن و نشان بدن که طالب یک پروژه تقریبا میشه گفت منطقه‌ای است، مثل که آیسیس یا به اصطلاح گروه دولت اسلامی یک پروژه تقریبا منطقه‌ای تبدیل شده است. در افغانستان یا در آسیای جنوب هم میخواین نشان بدن که طالب یک پروژه فرا منطقه‌ای، بلکه یعنی فرا منطقه‌ای به دلیلی که مربوط به یک ولایت یا یک گروه خاص نیست، بلکه مربوط به یک جغرافیا و در حقیقت یک محوطه کلان جغرافیایی است. از طرف دیگر خود زمینه های کوچک ناامنی در مناطق مختلف مخصوصا ولایت شمال تشنجات و تنش های قریایی منطقه‌ای ولایتی است، بی عدالتی هاست، عدم تقسیم نابرابر سرمایه و ثروت است، بیکاری روزافزون است. اینا عوامل هستند که زمینه را برای نفوذ این گروه ها مساعد می سازند. به می دلیل است اگر مردم همکار باشند، یعنی امی عواملی که ما بحث عوامل داخلی مطرح کردم از بین بره، به شکل طبیعی مردم همکار نخواهند بود. وقتی مردم همکار نباشه زمینه نفوذ و به اصطلاح ریشه دواندن این حلقات در مناطق کم میشه. به عنوان مثال ما در یک از صحبت‌های دیگه خود از بدخشان یادآوری کردم و گفتم که البته یک بخش از جنگ برمیگرده به عواملی که روی تقسیم نابرابر سرمایه است، یک بخش دیگه شاید هم بحران منطقه‌ای تروریسم است که میخواهند شاخه‌هاش به ولایت شمال کشانده شود. تشکر شما. آقای بیژن، پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و آغاز مأموریت تازه ناتو در این کشور، حالا برخی گفته های شنیده میشه که پاکستان میخواه تا جنگ از ولایت‌های هم مرز با خودش به ولایت‌های هم مرز با کشورهای دیگر به شمال و یا هم ولایت‌های دورتر از خود بکشانه. فکر میکنه این چقدر واقعیت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام برای شما بانو کوفی و بینندگان عزیز. البته این برداشت ها برداشت های تازه نیست، این رابطه یا ریشه داره در اهداف استراتژیکی که مخصوصا پاکستان دنبال میکنه. ولی به هر حال حوزه تعریف در خصوص حوادث موجود در افغانستان گسترده است، ولی پیشا پیش پاکستان به دلایل متعدد اراده بر کشاندن مجموع افغانستان در بحران و حتی انتشار بحران از مرزهای افغانستان به یک بخشی از آسیای میانه و حتی به یک بخشی از جنوب آسیا هم نیات و اراده داشته و داره. عمدترین دلیلی که پاکستان اکتیوتر نسبت به هر زمان دیگه این قضایا را دنبال میکنه، اما بحث ایجاد بحث تجزیه پاکستان است. میدانیم در 5 سال پسین بحث تجزیه پاکستان به عنوان یک بحث عنوانی در محافل سیاسی بزرگ جهان بسیار به شدت مطرح است. دریافتی که رهبران پاکستان دارند دقیقا این گونه که افغانستان در بحران و منطقه در بحران در حقیقت میشه جلوه رفتن پاکستان به تجزیه گرفت. به اضافه از این برخی از آدرس های دیگه هم که کماکان یک بخشی از اهداف استراتژیک دوره های جنگ سرد دوباره به نمایش میگذارن که او بس طبیعتا یک بس گسترده است، اما دقیقا پس از خروج نیروهای خارجی نیات و اراده در خصوص افغانستان و از طریق افغانستان در سطح آسیای میانه، مخصوصا آسیای میانه، این گونه است که شما مطرح کردین. ابراز نگرانی های بسیار شدید در این اواخر از سوی برخی از کشورهای منطقه مبنی بر گسترش
حوزه نفوذ طالبا و گروه های دهشت افغان روسیه، چین، هندوستان، معنی واقعیش اطلاع داشتن از نیاتی که در عقب همه حرکت ها و حوادث پاکستان و گروه های مرتبط با اهداف پاکستان که همانا گروه های تروریستی و دهشت افغانان و یک بخشی از مافیای مواد مخدر است، این برمیگرده. پس این افزایش حضور هراس افغانان به ویژه هراس افغانان خارجی در ولایت های شمالی سرپل و جوزجان و همچنان فرا و بدخشان هم نشان دهنده این مسئله است؟ بدون شک. البته چیزایی را که بانو کوفی افزود به اضافه، یکی از عواملی که خود در حقیقت بسترساز نفوذ یا گسترش نفوذ تندروی در افغانستان شده، بلا تکلیفی که دولت افغانستان در طول 14 سال از خودش به وجود آورده، یعنی نبود تعریف بسیار مشخص از موقف حقیقی دولت، هم در مسائل ملی که یک مقدار مرتبط است با این قضایا، هم در مسائل منطقه و فرامنطقه. و با تأسف باید بگویم که دولت یا حکومت وحدت ملی همچنان این بلا تکلیفی را تا هنوز حفظ کرده و این برای یک کشور مثل افغانستان خطرناکترین حالاتی را به وجود خواهد آورد اگر ما پی نبریم که موقف دولت یا حکومت وحدت ملی در خصوص مسائل ملی، منطقه و فرامنطقه چی است. تشکر شما. بانو کوفی، با توجه به رقابت شدید ایالات متحده آمریکا و روسیه به ویژه در ماه‌های اخیر بر سر اوکراین و کریمیا و همچنان نگرانی اخیر روسیه از نفوذ هراس افغانان به آسیای مرکزی، فکر میکنین در اینجا تنها پاکستان در این بازی تازه نقش داره و یا دست‌های کلان دیگر هم در این جا دخیل است؟ من فکر میکنم که در سطح جهان رادیکالیسم دینی یا بنیادگرایی دینی به اشکال مختلفش در حال گسترش است. یک سال قبل فکر میکنم بود در نروژ یک جوانی که به سر کسان یا افراد از شهروندان نروژ گلوله باری کرد و یک از دلایلش همین بود که اینا چرا به مهاجرین بیرون از نروژ و مخصوصا به مسلمانان اجازه میدن که به نروژ بیشتر بیاین. در اروپا تقریبا اکثر احزاب که فعلا سر قدرت آمدن، اکثر کشورهای بزرگ نروژ، احزاب راستگرای مسیحی هستند. مثلا اروپا، هدف من نروژ مشخصا گفتم، مثلا آلمان یکی از کشورهایی که تقریبا 15 سال میشه توسط حزب راستگرا حمایت میشه. به مو اندازه که بنیادگرایی دینی در اروپا یا در کشورهای غربی رشد کنه، با مو اندازه عکس العمل هم در کشورهای آسیایی بالمثل خواهد بود. یعنی در اینجا زمینه برای گسترش و رشد بنیادگرایی دینی به تعریف ها و قرائت های عمیق دینی یا به اصطلاح قرائت های متفاوت شکل میگیره. البته من فکر میکنم که شکل گیری یک بحران جدید تحت نام رادیکالیسم از 30-35 سال گذشته در آسیای جنوب شکل گرفت، بعدهایی جدیدتر شد و حال تنها محدود به آسیای جنوب و آسیای مرکزی نیست. حتی امی از دولت اسلامی عراق و شام یادآوری کردیم، این هم در حال گسترش است در کشورهای عرب، مخصوصا کشورهایی که به شکل دوامدار شاهی یا سلطنتی بودن، به نحوی در حال گسترش است در آسیای مرکزی هم. من فکر میکنم یک مقدارم باید این کشورها در چگونگی سیاست‌های خود تغییر بیارن. یعنی در آسیای مرکزی ما کمتر شاهد حکومت‌های دموکراتیک هستیم. معمولاً حکومت‌هایی است که به شکل دوامدار به قدرت بودن و رئیس جمهور مطلق تقریباً میشه گفت مطلق العنان بوده. یعنی عوامل داخلی یا به اصطلاح عوامل که هر قدر شما فشار بیارین، با ما اندازه امو قوه استکاک و عکس العمل بیشتر خواهد شد. اینم یکی از پدیده های بسیار طبیعی قدرت است. وقتی شما به هر اندازه فشار بیارین، با ما اندازه عکس العمل های اجتماعی وارد میشه و وجود میاد در یک نقطه، نه در یک نقطه به شکل بحران به اصطلاح بیرون میشه. بران خوب است که فضای دموکراتیک بیشتر برای او احزابی که دست به صلاح نمیبرن یا جنگ نمیکنن، بر ایده ها و افکار هایشان داده شوه، مردم حق داشته باشن انتخاب کنن تا اینا مجبور نشن به صلاح برن. در قسمت دست بزنن. در قسمت شکل گیری رادیکالیسم در آسیای مرکزی، البته بخش از سناریویی است که در پاکستان تولد شد، در پاکستان بزرگ شد و حال تقریبا دامنه هایش گسترده میشه در آسیای مرکزی.
اولین نطفه هایش در پاکستان تولد شد، ولی ای که آیا تنها پاکستان است که اینقدر قدرت دارد تا حتی آسیای مرکزی را هم قربانی رادیکالیزم و بنیادگرایی و شکل دهی گروه های مختلف به اصطلاح تحت نام دین بسازه، آیا توان قدرت دارد؟ من فکر میکنم تا یک حد زیاده همه قدرت و توان را در دامان پاکستان ریختن شاید یک تحلیل غیر واقع بینا نباشه. بهتر است که ما این رقم قضاوت کنیم که پاکستان به اسلام مولد بنیادگرایی بود و همال هم زمینه برای رشد عناصر مختلف بنیادگرایی از لشکر طیبه گرفته تا به طالبان و گروه های مختلف که حتی خود دولت پاکستان هم شاید در یک مرحله قربانی شوه، اما او بسیار دیر خواهد بود. حال دیگه ای از صلاحیت پاکستان بیرون شده. حال در افغانستان و در منطقه و مخصوصا آسیای مرکزی خود شکلگیری اقتصاد جدید، شما میفهمین که نفت و گاز در بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی آل یک منبع تولید قدرت است، سرمایه است و این منابع تشنج بیشتر میشه. هر قدر که دسترسی به منابع سرمایه محدود شود به افراد خاص، تشنج بیشتر میشه. بنان حلقات هستند که میخواین به آسیای مرکزی دسترسی پیدا کنن یا قدرت را در آسیای مرکزی به دست بگیرن به خاطر منابع سرشاری که در آسیای مرکزی وجود داره. حالا به غیر از پاکستان، هم دستان دیگر این کشور و یا کدام گروه هست و یا کدام کشور دیگر در رقیب این سناریو وجود داره؟ در اینجا فکر میکنه که پاکستان هم از این بازی سود بیشتر میبره، چون خودش حالا دامنگیر هراس افغانی شده. خب پاکستان در یک مرحله در این شک نیست و حتی همین حاله که از جمله حامیا به شکل خواسته یا نخواسته حامیای بسیار جدی رادیکالیزم منطقه‌ای بوده، ولی ما فکر میکنم در این مرحله تنها دست پاکستان نیست که برای رشد بنیادگرایی در آسیای مرکزی تاثیر گذار باشه. پس کدام کشور و گروه هم دست پاکستان از در این بازی؟ من فکر میکنم که علاقات و گروه های غیر از حکومت ها، یعنی ساختارهای غیر از ساختارهای رسمی حکومت ها یک منبع میتونه باشه. پولدارانی که در کشورهای عربی فکر میکنن که در کشورهای دیگه اسلام به خطر است، اونا میتونن منابع دیگه باشن. شما وقتی به کشورهای عربی سفر میکنین با یک تعداد مثلا سرمایه‌دارا که اگر ملاقات صورت بگیره، اونا تقریبا میشه گفت که طالبان را تنها دایان برحق اسلام در افغانستان میدانن. بنان ذهنیت وقتی همطور باشه، پول هنگفته که از این مدرک به دست میاد به شکل غیر قانونی توسط پولشویی به دستگاه ها میرسه. خب از طرف دیگه خود بحران اوکراین و روسیه، قفقاز، چچینیا، اینا عوامل هستند که بنیادگرایی را تشدید میبخشند. خواهی بجانه، حالا خانم گوفی گفتن که همزمان با رشد هراس افغانی در آسیا، زمینه رشد و بستر بهتر هراس افغانان و بنیادگرایان در آسیا بیشتر فراهم میشه. فکر میکنین این کار با چی هدف صورت میگیره؟ آیا میخواهن با چنین کار زمینه انتقال بنیادگرایان از آسیا و از اروپا و غرب به آسیا فراهم سازن تا خودشان از شر چنین مسئله یا امر راهایی پیدا کنن؟ خب یک مقدار برداشت‌های سنتی از اثرات رقابت‌های جنگ سرد هنوز وجود داره که نمیشه این را منتفی کرد. اما باید بگوییم که جهان غرب و قدرت‌های مختلف در سطح مناطق مختلف یک اشتباهی بسیار فاحش را مرتکب شدن، اینکه با فروپاشی اتحاد شوروی همه به اصطلاح عام وطنی ما چارزانو نشستن. برای عاقبت اینها تدابیر را نتانستن مطرح بکنن. یعنی در او زمان میتونست حرکت های مخصوصا از سوی قدرت های مهم جهان برای رفتن به طرف همسویی جهانی و از سوی قدرت های منطقه حرکت های برای همگرایی منطقه صورت میگرفت که این حرکت ها در حقیقت میتونست حرکت های کنونی را مانع شوه. به فرض مثال اگر چنین بینش وجود داشته باشه، این یک اشتباهی بسیار خطرناک تلقی میشه، حتی برای گردانندگان این حرکت ها، برای گردانندگان این سیاست ها. یعنی به فرض اگر این یک بخشی از امور رقابت ها
رقابت‌های میراثی بوده باشه. چرا بنیادگرایی و تندروی به قیافه و به چهره هیچ کسی اعتنا نمیکنه؟ در هر کجایی که مسلط شوه او مستقیم شوخی نداره، مستقیم گردن میزنه. یعنی ای به این معنا نیست که در حوزه گسترش حوزه این حرکت ها تنها مثلا روسیه یا کشورهای مرتبط با روسیه صدمه ببینن. این پدیده ای هست که خطراتش بسیار به سرعت میتونه تا خیلی جاهای دور هم در گذشته گفته شده عربستان سعودی به خاطر بیشتر سهم در ایجاد بنیادگرایی و افرادگرایی در کشورهای منطقه و آسیا داشت تا خود رهایی بخشه از رشد هراس افغانی و بنیادگرایی در این کشور. آیا چنین مسئله حالا در غرب و در اروپا هم جریان داره؟ تفسیری که بنیادگراها و تندروها داره، خود این تفسیر از اسلام پایه های نظام استبدادی را در عربستان سعودی و برخی از کشورهای مرتبط با او تضعیف میکنه. مسلماً فلسفه که مخصوصاً عربستان سعودی حمایت بسیار شدید اقتصادی داشته در امتداد زمان از گروه های دهشت افغان، فقط این به منظور خطر برای اسلام نیست، فقط این به منظور جلوگیری از برگشت این حلقات تندرو به داخل عربستان سعودی و یا برخی از کشورهای دیگر. چرا؟ مسلماً تناقض در دیدگاه بسیار شدید است. مثلا فکر بکنین که اگر اسامه بن لادن برگشت میکرد بر عربستان سعودی، به دلیل طرح‌ها و بینشی که از اسلام داشت، مسلماً کاخ سلطنتی سلطان های عربستان سعودی یعنی تضعیف می شد، یعنی شاید از هم می پاشید. اونها به خاطر درک از این خطر از اسامه بن لادن حمایت های بسیار شدید اقتصادی کردند تا او بیشتر مصروف باشه در اینجا، نه به منظور ای که گویا اسلام در افغانستان یا در پاکستان یا در کجای از حوزه خاورمیانه یا اینجا در خطر بوده و اینها فعال شدن از کشورهای مختلف عربی برای حفاظت از اسلام. حالا اروپا و غرب هم دنبال چنین سناریو یا بازی هستن، میخوان امو هراس افغانی و بنیادگرایی را از غرب اروپا به کشورهای آسیا انتقال دهند. نباید این گونه شوخی را ملاک عمل قرار بدن. من پیشتر عرض کردم که نوع نگاه با تروریسم و بنیادگرایی و دهشت افغانی اگر بسیار جدی و بسیار دقیق نباشه، امریکا هم نمیتونه مسئولیت خودش از ضمانت بکنه، اروپا هم نمیتونه مسئولیت خودش از ضمانت بکنه. هر کجایی که این گونه پدیده ها نفوذش محسوس باشه اونجا را تخریب میکنه. خانم کوفی، حالا حکومت افغانستان هم در پی نگرانی ها معاون اولش به ولایت های شمالی فرستاده، جنرال دوستم به ولایت های شمالی رفته و برای مردم افغانستان وعده داده که این ولایت ها را از حضور هراس افغانان پاکسازی خواهد کرد و حتی از تشکیل گروه 20,000 نفری برای نبرد با طالبان و هراس افغانان خارجی سخن گفته. تا حالا هرچند در مورد این گروه جزئیات نداده که چگونه فعالیت خواهد کرد و صلاحیت های این گروه چگونه خواهد بود، شما این مسئله را چگونه تحلیل میکنین؟ فکر میکنین حکومت افغانستان خواهد توانست به چنین هدفی برسه؟ ما هر نوع قاطعیت را در مبارزه با تروریسم فکر میکنم یک پاسخ بسیار خوب و بجا خواهد بود برای تروریسم حداقل افغانستان، با اونایی که در افغانستان باعث کشتن مردم میشن و باعث متشنج ساختن افغانستان و وضعیت میشن. اما فکر میکنم هر اقدامی از آدرس سیستم و دولت به عنوان یک نهاد مسئول باید صورت بگیره. در مورد بحث مبارزه با تروریسم، ما فکر میکنم در مرحله اول حکومت افغانستان نیاز داره تا افرادی که مسئولیت دارن در بخش امنیتی وزرای خود باید تعیین کنه. بعدا با توجه به اینکه مثلا معاون اول ریاست جمهوری احتمالا تجربه بیشتر در مبارزه با تروریسم یا در جنگ رویارویی با تروریسم داره، شاید فرد بسیار خوبی باشه برای از اینکه مسئولیت ارگانهای امنیتی را در یک مقطع برای مبارزه به دست بیارن. منتها من فکر میکنم که تا زمانی که باز با مصوبت های تکراری گذشته احتمالاً بریم، تا زمانی که دولت افغانستان
از آدرس بسیار قوی و جدی در مبارزه با تروریسم، اول در تعریف تروریسم و دوم در مبارزه با تروریسم اقدام نکنند، ما همچنان بستر و زمینه را برای گسترش و نفوذ عوامل و عناصر وابسته به بنیادگرایی و تروریسم، بنیادگرایی به مفهوم تروریسم جنگی در منطقه مخصوصا در افغانستان خواهیم داشت. به همین دلیل است که حکومت افغانستان ضرورت داره و نیاز داره تا هرچه زودتر خطوط اساسی دولت افغانستان را که در او حداقل یک تصویر روشن از چگونگی مبارزه با می پدیده ها در افغانستان ترسیم میشه به پارلمان افغانستان بفرستم. فراموش نکنیم که بر علاوه جنگ، بر علاوه به اصطلاح بستن و کشتن، راه های دیگه هم وجود داره که او ایجاد کار، بهتر ساختن اقتصاد، از بین بردن بی‌عدالتی هایی که در منطقه سر رسیدن به منابع سرمایه وجود داره، از بین بردن به اصطلاح امو بی‌عدالتی هایی که قربانی قانون شده و یکی هم مافوق قانون عمل کرده، اینا هم میتونن عوامل کوچک باشن برای آوردن ثبات. حالا نگاه شما به این برنامه تشکیل گروه 20,000 نفری ضد طالبان چی است؟ فکر میکنین گروه چگونه خواهد بود و چی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ خب ما فکر میکنم که هر، همونطور که قبلا گفتم، هر تشکیلی که ساخته میشه ای باید در از آدرس دولت افغانستان باشه. امون پتانسیل و ظرفیتی را که مثلا معاون صاحب اول ریاست جمهوری یا هر کسی دیگه داره، او را با دولت یک جا بسازن تا دولت به حیث یک ارگان مسئول یا به حیث یک نهاد مسئول در قضایا اقدام کنه. اگر ما به حیث افراد، ما هرچند فکر میکنم با توجه به پیشینه که جنرال صاحب دوستم داره میتونه بسیار موثر باشه، ولی اگر به حیث افراد اقدام کنیم احتمالاً باز عکس العمل هم در برابر افراد بیشتر خواهد بود و باز ما وارد یک جنگ ناخواسته فرد به فرد و خانه به خانه جدید خواهیم شد. و آقای بیژن، در اخیر شما حالا چی نیازه به این گروه 20,000 نفری به خاطر نبرد با طالبان؟ از در اینجا افغانستان پلیس داره، اردو داره و نیروهای امنیت ملی داره. هیچ حرکتی که اصولمندانه نباشه با او موافق نیستیم، اما در عین حال اگر دولت صادقانه ادعا داره که برای سال میپردازه، در رسیدن به سال جنگ یکی از ابزارهای بسیار مهم رسیدن به سال هست، اما این جنگ باید تعریف داشته باشه و تعریف از یک نهاد واحده که ما او را دولت مینامیم مطرح شود. حالا فکر نمیکنی اگر این گروه تشکیل شود یک گروه موازی با حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود؟ اگر این گونه باشه عاقبت نگرانی، عامل نگرانی خواهد بود. ما پیوسته تاکید کردیم که دولت افغانستان استراتژی ملیش مطرح بکنه تا ما بدانیم که موقفش در قبال رویدادهای ملی چی است و نگرانی شما در این مسئله در کجاست؟ چی نگرانی دارین از پیامدهای تشکیل این گروه؟ در حقیقت اگر به گونه تعریف شود یا به نمایش گذاشته شود که رهبران دولت وحدت ملی در چهارراه قرار دارند که هر کدام در یک راه حرکت میکنند، مسلماً خاطرات تلخ گذاشته تکرار میشه و این موجب افزایش نگرانی مردم افغانستان میشه. تشکر از حضورتان در برنامه. بانو فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان، و بشیر بیژن، آگاه مسائل سیاسی. و سپاس از شما بیننده ها هم که تا حال همراهی من بودید. شبتان خوش.